در ادامه هم همچنان ما رو تنها نگذارین. کسایی که میخوان خبر داغ از دنیای ورزش به دست بیارن، در طول یک هفته چی ها گذشته در دنیای ورزش، او هم در روزهای قرنطینه و در روزهای کرونایی. همین لحظه همکار ما حفیظ جان امیری همراه ما هستن و میخوان معلومات بیشتر برای ما و شما ایزان داشته باشن. حفیظ سلام، صبح بخیر، خوش آمدی. روجان سلام، صبح بخیر برای خودت، سلام برای تمامی هموطنان ما که بیننده برنامه صبح و زندگی هستند و ان شاءالله که هفته را تا همین لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشن. روزهای خیلی سخت است روجان، روزهای خیلی دشوار، از یک طرف انتحار، از یک طرف انفجار، از یک طرف هم ویروس و کرونا که یک سه ماه شد تقریبا که دامنگیر ما شما شده. واقعا همگی از هم پستای دلتنگی در فیسبوک هم زیاد دارن که مال خانه مونده، مال وظیفه است و یک شرایط دیگه هست. بالاخره در کل امیدوار هستم که بخیر آستا آستا بریم به طرف ریشکن کردنش یا ریشکن شدن این ویروس. انشالله به سلامتی. خداوند مهربان است که هم هموطنان عزیز ما در این راستا همکار مسئولین عزیز ما باشن. حفیظ، در دنیای ورزش چی گپا بود در طول یک هفته؟ خب در این هفته هم خوشبختانه خبرای خیلی زیاد داریم از دنیای ورزش. خوب است که یک بک تقدیم هموطنان ما بکنیم. بسیار خوب. خوب است. خب میریم به طرف خبر نخستم، در رابطه با آفتاب علم هست که شما آفتاب علم هم میشناسین که یکی از بازیکنهای خیلی خوب تیم ملی کرکت افغانستان هست. این بازیکن در محرومیت به سر می برد که بالاخره این محرومیتش به پایان رسید. ایمیلی پوش تیم ملی کرکت افغانستان دلیلی که ای به محرومیت رفته بود بدرفتاری با یک زن در هتل محل اقامتش در جریان مسابقات جام جهانی 2019 انگلستان متهم شناخته شده بود که از سوی کمیته انضباطی کرکت بورد کشور برای یک سال از تمامی فعالیت‌های کرکت محروم شده بود و بالاخره بعد از یک سال این بازیکن میتواند که دوباره بیاید به تیم ملی کرکت افغانستان و ای که بله بتانه بخیر دوباره پس به مسابقات خود آغاز بکنه. خوشبختانه و کسایی که دوستش دارن آفتاب علم یکی از بازیکنهای کلیدی تیم ملی کرکت افغانستان هست. حالا هم در رابطه با یکی از بازیکنهایی که از دنیای فوتبال هست، کسی که در سال 2002 اگر شما بیاد داشته باشین دروازبان یا دروازبان یا دروازبان تیم ملی فوتبال افغانستان در سال 2002، این بازیکن متاسفانه بر اثر بیماری کرونا به عمر 38 سالگی درگذشت. بله، صادق ابراهیمی، کسی که گفتم بین سالهای 2002 تا 2007 عنوان دروازه‌بان در عضویت تیم ملی فوتبال کشور بود، در بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی و مسابقات بیرون مرزی با تیم های فوتبال بنگلادش و ترکمنستان در سال 2005 نیز بله در تیم ملی فوتبال بود و تیم ملی ما را همراهی میکرد. خب خداوند مغفرتش بکنه، خاطرات خیلی خوب داره از این بازیکن. من مطمئن هستم اون زمان هم من خیلی علاقمند به تیم ملی فوتبال افغانستان بود، به خصوصی دروازه‌بان که خیلی خوب میدرخشید. حالا هم میریم به طرف بیرون از افغانستان، به طرف خبرهای بیرون از افغانستان. یکی از کسایی که واقعا در صدر پر درآمدترین ورزشکاران جهان قرار گرفته راجر فدر است که یکی از تنیسورهای مشهور سی وی سی. البته هفته قبل هم یکی از بانوان بود که بر شما معرفی گرفته بودم در رابطه با این بازیکن. این بازیکن هم پردرآمدترین ورزشکار اعلان شد، ولی راجر فدر مرد شماره 4 تنیس جهان در صدر قرار گرفته است. همین راجر فدر که من بر شما نامش گرفتم، بعد از راجر فدر دو بازیکن دیگر که شما با نامش با چهرهش آشنا هستین، کریستیانو رونالدو و لیونل میسی که در بارسلونا بازی میکنه و این دو بازیکن بعد از راجر فدر تنیسور خیلی خوب، اینا هم در جایگاه قرار گرفتن که پردرآمدترین ورزشکاران هستن. خب حالا در افغانستان اگر ورزشکارای ما نمیتونن که درآمد داشته باشن برای زندگی خود، برای از طریق مورشته خود که ورزش میکنن، امیدوار هستم که یک روز بخیر اونا هم بتانن که از طریق ورزش خود بتانن حداقل مو زندگی روزمره خود را به پیش ببرن و یک اقتصاد نسبتاً خوب داشته باشن. خب به هر صورتش حالا هم میریم به طرف اتحادیه فوتبال روسیه. البته یک اعلامی داده که او هم در رابطه با
مسابقات لیگ برترش است که از 21 جون سال روان میلادی گفته که حضور تماشاگران با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. هفته قبل هم یک خبر در رابطه به همی داشتیم. اتحادیه فوتبال روسیه گفته که بعد از گفتگو با مسئولان بهداشتی این کشور به نتیجه رسیدند بالاخره که به تماشاگران اجازه حضور در 10% از ظرفیت ورزشگاه ها داده شود، در حالی که روسیه تاکنون نزدیک به 380 هزار مبتلا به ویروس کرونا را به ثبت رسانده است. با این ارقام هم باز هم 10% از ظرفیت ورزشگاه اجازه داده میشه بالاخره که اینا هم برن به طرفی که حضور تماشاگران در امو استادیوم یا ورزشگاه باشه، حضور داشته باشند، به دلیلی که بتوانن خوبتر مسابقات برگزار بکنن با این ارقام خیلی زیاده که از ویروس کرونا به ثبت رسیده. خب به هر صورت تصمیم را گرفتن، امیدوار هستم که بیشتر از این آمار بلند نره و اونا هم بتوانن در یک فضای خوب این مسابقات را برگزار بکنن که این لیگ هم آغاز شد. خب مسئولان رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان هم یک اعلامی پخش کردن و اینا هم در اعلامیه گفتن که تا کنون تست کرونا هیچ یک از بازیکنان این لیگ مثبت نشده است. خب خوشبختانه خبر خیلی خوب هست و همچنان گفتن که پنجشنبه و جمعه هفته قبل 1130 بازیکن و کادر فنی تست کرونا دادن که هیچ یک از آنها مثبت نبود است. خوشبختانه رقابت لیگ برتر فوتبال انگلستان قرار است تا هفته روز دیگر اثر گرفته شود و آغاز شود. این طرف هم در رابطه با باسکتبال هم یک خبر داریم از آمریکا. در رقابت های لیگ حرفه‌ای باسکتبال یا NBA از دهم اسد سال روان خورشیدی اثر گرفته می شود. طبق اعلان مسئولان ای لیگ همچنان گفتند که زمان شروعش دوباره مسابقات اعلام شده زمان شروعش، اما در صورتی که شیوع بیشتر کرونا در آمریکا در برگزاری زمان این لیگ تجدید نظر خواهد شد. یعنی در صورتی که اگر ببینن که وضعیت نه چندان خوبی هست میتونن که دوباره امی زمان قرنطین را اونجا بیشتر بسازن. بیاییم آساس تا بریم به طرف لیگ بوندسلیگای آلمان. تصاویر شما ببینین، خبرهای خیلی خوب هم بود و ای که فرصت برنامه کم است من نمیتونم که از جزئیات بیشتر در رابطه با این خبرها بر شما بتام، اما خیلی کمش هم اشاره میکنم بر شما. خب در ادامه هفته 29 رقابت‌های بوندسلیگای آلمان هم البته در این هفته چه اتفاق افتاد شما تصاویر میبینین. بایرن مونیخ با نتیجه 5-0 برابر دوسلدورف جشنواره گل براه انداخت. بله 5-0 هم نتیجه خیلی خوب هست برای هوادارای این تیم. در سایر بازی ها حساس هرتا برلین با 2 گل اکسبورگ را شکست داد. شارکه 1-0 مغلوب ورد برمن شد و فرانکفورت با نتیجه 2-1 ولسبورگ را از پیش روی خود برداشت. بله خب از لیگ بوندسلیگای آلمان بعض خبرها یکم پیشیده می باشد، چون به دلیل از اینکه کسایی که دنبال نمی کنه، کسایی که تعقیب نمی کنه فوتبال را، یکم برشان هضمش خیلی مشکل هست به دلیل از اینکه چون مسابقه را تعقیب نمی کنن، و اگر کسایی که تعقیب می کنن معلوم میشه برشان که هفته چندم از لیگ اسپانیا هست، از لیگ آلمان هست، از لیگ قهرمانان اروپا هست و این لیگ ها هم بیننده خود را داره تغییرات. خب یک خبر دیگه هم فکر می کنم مانده در رابطه با قایقرانی هست. تاریخ جدید این رقابت ها هم اعلام شد، شما تصاویر شبیه ببینین. بله خب سایت رسمی فدراسیون جهانی قایقرانی این رقابت ها را پیش از المپیک پارالمپیک توکیو و برنامه های فدراسیون جهانی گفته که پس از این در دور ایراد نیست مشخص شده که در اصلی ترین تورنمنت ورزشکاران برای حضور در پیکارهای جهانی راهی دنمارک می شوند. شما می بینین تصاویر با توجه و با مشکلاتی که شیوع ویروس کرونا بیشتر هست در جهان، بسیاری از رقابت های ورزشی لغو شد و فدراسیون جهانی قایقرانی هم به همین دلیل تغییرات را در تقویم یا امو در جنتری بگویم در تاریخ تجدیدش بگویم که به وجود آورد و زمانش بیشتر ساخت. خب آخرین سرخط از ورزش، آخرین خبر از ورزش که تقدیم هموطنان ما کردیم، امیدوار هستم که برشان
خسته نباشی حفیظ جان. واقعا خبرای خیلی مهم و خیلی خوبی هم بود و به گفته خودت یگان تا که مثلا همین مسابقات ورزشی اگر تعقیب کنن میفهمن که چی گفته شده در دنیای ورزش و چی ها سپری شده. و کسایی که مثل ما اونقدر شده علاقمندی به همین فوتبال و به همین بسکتبال و چیزا که نداره، شاید خبره برش خیلی عادی تمام شه و کسایی که خیلی علاقمند به بسیار از بازیکن ها هستن، اونا مطمئن هستن وقتی که بازیکن دلخواهشون دیگه در میدان میبرن و گل های خیلی زیبایی رو میزنن خیلی خوشحال هم میشن. بله راجان، دقیقاً یک نظر میخوام اشاره بکنم. بسیاری از کسایی هست که علاقه دارن فوتبال را تعقیب میکنن و هر آن خبری که در رابطه به هر رشته ورزشی هست در سایت های معتبر خبری انتشار پیدا میکنه، رویا جان همگی علاقه دارن میبینن، اما ما شما به دلیل از این نمیتونیم که تعقیب بکنیم این خبرها را چون در برنامه هستیم، ما که چون مسئول یا امی وظیفه‌ایم ای هست که باید این بخش آماده بکنم، به او دلیل من ناگزیر هستم که سایت به سایت برم بپالم خبرهای خیلی خوب را تازه را بیارم برای هموطنان ما تقدیم بکنم، ولی رویا که مصروف است در برنامه خب بدون شک نمیتونه تعقیب بکنم. من که وظیفه ما است میرم دنبال میکنم بله. سایت های معتبر و هر آن اتفاق یا رویدادی که تازه در دنیای ورزش مفتاح ما را اما تو کلش جمع کردم یارم برای شما بینده و یگان نام بازیکنه قدر سنگین و سخت میباشه سخیل میباشه اما وقتی که میخوای نامشو بگید تو تلم میشی یگان ما بعد از برنامه مرم میگید که تو چی گفتی نه من خودم نیفهم که تو چی گفتی. خب بازم تشکر حفیظ جان از حضورت، وقت خوش برد میخوام. تشکر رویا جان از خودت هم از هموطنای خوب ما که همیشه ای بخش دنبال میکنن. تا هفته بعد و پنجشنبه بعد که بازم در خدمتتون قرار میگیرم. سلامت. توکل همه ما شما به خدا در این شرایط. سلامت باشین. و همچنان جهانی سپاس از هموطنان عزیز ما که تا این لحظه با ما همراه بودن و بیننده صبح و زندگی و خبرهای داغ از دنیای ورزش هم بود که تقدیم شما عزیزان کردیم. خدا کنه معلومات خوبی را شما عزیزان به دست آورده باشید و همچنان هر پنجشنبه ما این بخش داریم. حفیظ جان امیری زحمت میکشن و در طول یک هفته خبرهایی که از دنیای ورزش است تقدیم ما و شما عزیزان میکنن. پس هر روز هر هفته روزهای پنجشنبه این بخش فراموش نکنیم. ورزش دوستای عزیزم و بخصوص کسایی که میخوان از لیک های خارجی هم معلومات کلی را بعد از بیارن. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.